وزیر خارجه ایران به توییتر اعتراض کرده. بسیاری از فعالان سیاسی از فضای تند و تیز این رسانه اجتماعی انتقاد دارند. چرا یک رسانه اجتماعی که در ایران فیلتر است تا این حد به موضوع بحث سیاسی در ایران بدل شده؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایدو. میگویند فضای توییتر تند و تیز است. واکنش ها به توییت های افراد از جناح های مختلف گهگاه پر از فحش و اتهامات رنگارنگ به نویسنده توییت است. بعضی وقتها این واکنش ها چنان هماهنگ به نظر می رسد که میگویند این نمیتواند کار افراد واقعی باشد و ربات هایی هستند که به جای افراد توییت می کنند. توییتر که علاقمند است افراد واقعی در این فضا با هم تعامل کنند، هم هر بار شمار زیادی از این اکانت ها یا حساب های کاربری را پاک می کند. اکانت هایی که توییتر به شیوهی به نتیجه می رسد که اکانت غیر واقعی هستند، یعنی یک شخص واقعی با آنها مرتبط نیست. در این مرحله آخر وزیر خارجه ایران به توییتر اعتراض کرد که در پاک کردن اکانت ها حساب بعضی افراد واقعی در ایران را بسته، اما بات های برانداز ها را به حال خود رها کرده. در این برنامه می‌خوایم درباره فضای توییتر، اهمیت آن و جنگ کلامی تندی که آنجا برپاست صحبت کنیم. دو مهمان هم از دو سر طیف دعوت کردیم. پوریا آسترکی، کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی از تهران همراه ماست. آقای آسترکی معتقد است به دخالت عربستان سعودی و غرب در توییتر فارسی. و مریم معمار صادقی از بنیانگذاران وبسایت توانا که خود را برانداز می‌خواند و از واشنگتن با ماست. خانم معمار صادقی منتقد این است که مخالفان بات یا ربات خوانده شوند. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. من اول می‌خوام از آقای آسترکی بپرسم به نظر شما چقدر واقعا قضیه بات و ربات در فضای توییتر فارسی جدیه؟ به نام خدا سلام عرض میکنم به شما و بینندگان محترم. در فضای توییتر فارسی میشه گفت که دو موضوع مورد اعتراض بسیاری از کاربران و از جمله آقای ظریف قرار گرفته. آقای ظریف مشخصا به دو دسته کاربر اشاره کرد. یه دسته کاربرای بات و ربات هست که اینا ماشینیه، یعنی یه بار اینا اکانت تولید میشه، ساخته میشه، براش شروطی تعریف میشه برای فعالیتش و مثلا اون اکانت هر بار یه اسم خاصی رو ببینه میره و ریتوییت میکنه یا هر بار فرد خاصی توییت بکنه میره لایکش میکنه. این بات و ربات که فعالیتشون وجود داره در توییتر فارسی چیزی هم نیست که پنهان باشه. موضوع دوم کاربران هست که مستعار فعالیت میکنن. کاربرانی که مستعار فعالیت میکنن دو دسته هستن. یه ده افراد اصیلی هستن، افرادی هستن که صرفا نمیخوان شناخته بشن، حق طبیعیشونه، دوست داره با اسم دیگری فعالیت بکنه، دوست داره راحت نظراتشو بیان بکنه. فقط هم مسائل سیاسی نیست، خیلی وقتا به دلیل اجتماعی و خانوادگی افراد علاقه ندارن که با هویت واقعی فعالیت کنن یا به دلیل حرفه‌ای. این دسته مورد اعتراض کسی نیستن، حق طبیعیشونه و اتفاقا دسته این که به واسطه فعالیت دسته دیگری از کاربران مستعار بعضی اوقات در مزان سوء تفاهم قرار میگن. دسته از کاربران مستعار هستند که این کاربران اصالت ندارن، به این معنی که مثلا یک نفر 50 اکانت مختلف درست کرده و با این 50 اکانت مختلف برای یک مقصود سیاسی معمولا یا گاهی حتی اقتصادی فعالیت میکنه در توییتر. اینها دردسر بسیار بزرگی هستند چون که هویت مشخصی ندارن، کاملا هویتشون مجعول و فیکه. به راحتی بقیه رو مورد توهین قرار میدن، خشونت کلامی شدید دارن و کاربردشون رو هم میتونم در ادامه عرض کنم که چیه. خب این بذار قبل از اینکه راجع به اون صحبت کنیم از خانم معمار صادقی نظرشون رو بپرسم. بله اجازه بدید فقط یه کوچک. وقتی آقای ظریف معترض میشن یا خیلی از کاربرای توییتر معترض میشن به وجود ربات و فیک، منظور کسانی که به نوعی به هر دلیل دیگری دگراندیش هستند و اصالت دارن نیست، منظور دخالت غیر واقعی، فعالیت غیر واقعی و جعلی یه سری کاربر فیک سازماندهی شده برای اهداف معمولا ناسالم سیاسی، چون اهداف سالم که میشه با هویت واقعی ازشون دفاع کرد میشه با اصالت ازشون دفاع کرد. دست کم. خیلی متشکرم خانم وزیر. خانم معمار صادقی شما بفرمایید، شما به طور خاص در مورد این موضوع توییت کردید که نباید براندازهایی که به هر حال ناشناخته هستند ربات یا ربات خواند. نظرتون چیه در مورد صحبت آقای آسترک؟
بله، برای اینکه اولا که میدونیم که در داخل کشور امکانش نیستش که آدم بتونه بیاد تو فضای توییتر با اسم خودش به راحتی اون کارهایی که اونایی که با اسم مستعار انجام میدن، یعنی نشون دادن فساد عظیم، نشون دادن سرکوب، بی‌عدالتی، بدیهایی که وجود داره، ناراحتیهایی که وجود داره که همشون برمیگرده به جمهوری اسلامی، به این حکومتی که آقای ظریف همه جا به زبان انگلیسی ازش دفاع میکنه و بهش افتخار میکنه، نمیتونن این کار رو با اسم خودشون بکنن. آقای مهمان محترمتون شما میگن که باید این گفتمان سیاسی ناسالم نباشه. این کد جمهوری اسلامی هستش برای هر نوع صحبتی که خوشش نمیاد و دوست نداره و خطرناک میبینه برای حفظ قدرت خودش. ببینین این صحبت ها از کجا شروع میشه. آقای ظریف اصلا این نیستش که گفتن که فقط باتا نباشن، گفتن که یه هشتگ به نام ایران رژیم چینج به وجود آمده و این کسایی که ایران رژیم چینج رو توییت میکردن آدم های واقعی نبودن و از توییتر خواسته که اینها رو اکانتاشون رو ببندن و در از اعتراض کرده که اون اکانت هایی رو که توییتر بسته اونا آدم های واقعی بودن. نه، اولا که این اکانت هایی که بسته شده از طرف توییتر کیا بودن؟ کسایی که مثلا داشتن به آقای خامنه ای حمایت میکردن یا به آقای ظریف داشتن حمایت میکردن. توییتر وقتی که اکانت ها رو بست، اکانت های بات رو بست، یه درصد بزرگی از فالوورای اینها حکومتی ها رفتن کنار. بعد از اون ور کسایی که با این هشتگ ایران رژیم چینج داشتن توییت میکردن که خیلی هاشون مشخصه کی هستن، با اسمای خودشون داشتن توییت میکردن، شد یک ترند خیلی خیلی بالا تو تاریخچه توییتر. چرا همه این صحبت ها رو باید بیایم بیرون از این صحبت توییتر و دروغ های آقای ظریف؟ چرا همه این پدیده هست؟ چرا همه این اتفاق داره میفته؟ برای اینکه داخل کشور اعتراض واقعی وجود داره. بعض مملکت افتضاحه، داره روز به روز بدتر میشه. مردمی که فوق لیسانس دارن از دانشگاه دولتی تحصیلات عالی دارن، فهم و شعور دارن، همه کار بلدن، میتونن برای مملکتشون کار بکنن، زحمت بکشن، دلسوزی از آقای آستاکی جواب بشنن، نمیتونن نون شبشون رو در بیارن. اجازه آقای آستاکی اعتراض دارم به صحبت شما. بفهمین آقای آستاکی، عرض کنم که اگر در ایران مسئله است، اگر تورم وجود داره، بیکاری وجود داره، اینا دلیل نمیشه که کاربرایی که فیکن در توییتر فیک نباشن. اینا دلیل نمیشه که سازماندهی که سعودی انجام داده انجام نشده باشه، اسرائیل انجام داده انجام نشده. آقای حسنکی، من اینجا اینو از شما بپرسم، شما فرمودین که این مخصوص یک گروه خاص هست، براندازان دارن این بات ها رو استفاده میکنن. آیا فقط مخصوص برانداز ها، حالا از جناهای مختلف برانداز هست که بات استفاده میکنن، یا اونطور که خانم بیمار صادقی میگه ممکن است در درون حاکمیت هم از اینها استفاده بشه؟ ببین، هر کسی ممکن از بات استفاده کنه. ما اینجا نمیدیم که مثلا بگیم که فقط این خوبه، فقط اون درست کار نمیکنه. ولی اون چیزی که اتفاقی داره میفته رو من میخوام باز کنم خدمت شما. ببینید، فعالیت اکانت های فیک، من وارد مسائل سیاسی و نظرات خانم معمار صادقی نمیشم، چون ما که برای بررسی اقتصاد ایران اینجا نیستیم. ما اینجا اومدیم مخاطب شما متوجه بشه که چه اتفاقی داره براش میفته، چه جوری داره ترور عاطفی میشه. اینو عرض میکنم خدمتتون. از عربستان سعودی از حدود سال 2013 فعالیت های مختلفی رو در توییتر شروع کرد علیه ایران. ابتدا این فعالیت ها متمرکز بوده روی توییتر عربی و بعد در قضیه در سال 2015 اتفاقی افتاد که خیلی یادشونه، یه خانمی در هتل تارای مهاباد کشته شد. اون روزی که این اتفاق افتاد، ترندی را افتاد مهاباد و ترندهای دیگه در ارتباط با اینکه مثلا در ایران آتش سوزی آشوبه، چه ایران آتش گرفته است و چه، و اینها رو بررسی شد. افراد مختلفی هم بررسی کردن، افرادی که اتفاقا هویت سیاسی مخالف جمهوری اسلامی دارن یا منتقدن، اینها هم بررسی کردن، گزارشات مختلفی منتشر شد، مثلا در سایت گلوبال وایسز گزارشی منتشر شد توسط همون افراد مستقل و اینا به وضوح گفتن که بخش عمده این فعالیت از عربستان سازمانده شده. این اتفاق وجود داشته و ادامه داشته تا انتخابات 96. انتخابات 96 نقطه عطف تغییر فعالیت کاربرای فیک بوده در توییتر، یعنی عملیات روانی با
به اون کیفیت و به اون امکاناتی که عربستان تا انتخابات 96 ریاست جمهوری داشت شکست خورد. علتش حضور گسترده مردم در انتخابات بود. در همون انتخابات من انتخابات رو تحلیل میکردم داده هاشو همزمان با همون روزهایی که تبلیغات وجود داشت. اگر ما میخواستیم توییتر رو ملاک قرار بدیم، تا جایی که 88% از کاربران توییتر در انتخابات شرکت میکردن و قریب 84-85% با آقای روحانی رای میدادن. کاربران توییتر رو عرض میکنم به انقدر درصد مشارکت در بین کاربران توییتر در انتخابات بالا بود که ما احساس کردم این با متوسط جامعه فاصله داره و دادای توییتر رو حذف کردیم که بتونیم به تخمین دقیق‌تر از نتیجه انتخابات در کف جامعه برسیم. میخوام اینو، فضای توییتر این بود، فضای توییتر فضای مشارکتی سیاسی فعال دارای هویت مشخص ایرانی و موافق شرکت در انتخابات بود. بعد از این شکست بود که رویه تغییر کرد. آماری داره که مثلا در روزهای هفته گذشته آماری ما مشاهده کردیم 60% کاربران فعال توییتر اتفاقا از انتخابات گذشته تا حالا فعالیتشون شروع کرد. بله. اجازه بدید آقای استاکی، این خیلی بحث جالبیه. این که شما میگید بحث جالبیه. این که آیا توییتر با این حساب باید دید که آیا واقعا توییتر یک آینه واقعی از جامعه ایران هست یا نه؟ چون خانم بفرمایید، خانم مرصادق. دقیقاً. ببینید این صحبت خیلی جالبی مطرح کردن. ما الان هر کسی که همه میشناسیم، کسایی که با آقای روحانی رأی دادن ولی الان جزو آدمایی که خودشونو برانداز میدونن، اینه که این کاملا یه پدیده طبیعی واقعیه که همون جوری که شما گفتین توییتر یه آینه هست براش. یعنی شما میتونین اومده باشین تو توییتر درست برای اینکه با آقای روحانی حمایت کرده باشین، کم بدتر از اون یکی بوده رفته رأی داده بهش، بعدم میبینین که اصلا وضع مملکت فاجعه است، افتضاح. یک دونه از اون چیزایی که گفته آقای روحانی انجام میده بر مردم نه تنها نکرده، وضع مملکت خیلی هم بدتر شده. خب میایین میگین که نه غلط کردم، مثلا این ما نمیخوایم و میخوایم که کل قضیه تمام بشه، آیا مملکت پس بگردیم و خودمون باشیم بتونیم آینده رو بسازیم، یک کشور دموکراتیک میخوایم، انصاف میخوایم. پس میفرمایید که این که آقای استرکی میگن فضا عوض شده به خاطر این هستش که همون کاربرا، همون کسایی که بودن در اون فضا، نظرشون رو تغییر دادن، نه اینکه به قول آقای استرکی آدمای جدید وارد شده باشه. ببینین یه بار میگن که این کار عربستانه، یه بار میگن کار اسرائیل، یه بار میگن توییتر خودش این کارو کرده با ما، یه بار میگن که اینا با ادب نیستن، بی تربیت هستن، یه بار میگن بات هستن، یه بار میگن اصلا این هشتگ جعلی هستش. ببینین یه داستانه، اگرم که کل این داستان غلطه، خب یه جور غلطه، همه این چیزا رو که با هم که نمیتونه باشه. بعدش هم که میدونیم که خیلی از این آدمهایی که فعال هستن میلیون ها توییت بوده با هشتگ ایران رژیم چینج. بریم ببینیم که کیا اون توییت های تاپ رو داشتن و گذشتهشون چیه. این نیستش که یه دفعه یه روز اومدن یه اکانت داشتن، یه توییت زدن، بعد میلیون ها آدم فالو کردن و لایک زدن و ریتوییت کردن و اینا. نه، اینا آدمایی هستند که فعالن، به طور دائم همونجوری که اول گفتم فساد جمهوری اسلامی رو دارن نشون میدن، ناعدالتی بی‌عدالتی رو دارن نشون میدن، خواسته مردم رو دارن نشون میدن. بذارید آقای استرکی پاسخ اینو بدن، بعد من میخوام بحث رو ببرم روی لحن و در واقع بحث خشونت کلامی. بفرمایید آقای استرکی. ببینید خانم معمار صادقی هیچ اطلاعات و فکت فنی و علمی رو نمیدن، به راحتی میگن میلیون ها توییت با ایران رژیم چنج انجام شده. اصلا شاید مثلا 100,000 200,000 توییت با این هشتگ انجام شده، مسلما میلیون ها توییت نیست، حتی 1,000,000 هم نیست، به احتمال 90% حتی نصف میلیون هم توییت نبوده. بنابراین ایشون به همین سادگی با آمار در مورد من متاسفانه الان امکان چک کردن صحبت های هیچ کدوم از شما رو ندارم، بنابراین راجع به جزئیات و اعداد صحبت نمی‌کنم. به راحتی هر کاربر توییتر میتونه چک کنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینکه هشتگ ایران رژیم چینج از بالاترین هشتگ های و از مطمئنن از بالاترین هشتگ های سیاسی توییتر بوده شکی نیست. ببینید ایران رژیم چینج هشتگی نیستش که راجبه یه هنرپیشه معروف باشه، راجبه یه طوفان مهمی که تو چین اتفاق افتاده باشه.
صحبت یه پدیده سیاسی میکنیم، یه خواسته مردمی که دارن سرکوب میشن میکنیم و تونستن اون مردم اون هشتگ رو از ترندینگ هشتگ های توییتر بکنن. خانم امام صادق پوینتتون رو گرفتیم، نکتتون رو گرفتیم. مثل ببین آقای آسترکی پاسخ بدم، بفرمایید آقای آسترکی. ببینید روند که عوض شد از انتخابات، تعداد زیادی اکانت، همین اکانت هایی که در گزارش الجزیره، سایر گزارش چنل فور انگلیس، اینا که دیگه ما درست نکردیم، این گزارش ها بود، مجاهدین خلق تعداد کاربر به کار گرفتن حدود 1500 نفر هر کدوم، از این ده ها اکانت، شاید صد ها اکانت، با استفاده از ابزارهایی که دارن و ربات هایی که دارن دارن فعالیت میکنن. اینا اولین کاری که کردن بحث پشیمانی رو راه انداختن از رأی با آقای روحانی، که خمیان و خانم مرزاده خیرت میگه خیلی از کسی با روحانی رأی دادن الان جزء برنده‌اند. والا این ادعایشونه، من وارد این ادعا نمیشم، من فقط روی فکت و مسائلی که قابل اثبات هست عرض میکنم خدمتتون. اینکه میفرمایید این هشتگ مثلا هشتگ خیلی مطرحه، نه خیلی هشتگ مطرحه، هشتگ حتی ترند جهانی هم نشده، آخرین هشتگ تا جایی که من شده. ببینیم با دروغ نیاریم اینجا، ببینیم شده، میدونیم که شده، فکته که شده. من حامی روحانی هستم بوده، من حامی روحانی هم آخرین هشتگه که توسط کار برای ایران ترند جهانی شده. هشتگ های مثل ایران رژیم ماسکو علاوه بر اینکه از ربات و کار برای فیک استفاده میکنن، از کار برای خارجی استفاده میکنن، کار برای هندی عجین شده، از کار برای کانادایی اینفلوئنسرهای کانادایی عجین شده. از ما اینو مثلا در بحث هشتگ نه به کمیته امداد دیدیم، شرکت یک شرکت بریتانیایی رو پیدا کردیم که این شرکت کارش که این بحث مربوط به متوجهم، این مثل همون بحث فیک نیوز هست که در مورد انتخابات آمریکا هم مطرح بود که در نهایت گفته میشد که یک سری وبسایت هستن در جایی در مثلا اروپای شرقی. ولی من میخوام بریم یه مقدار بیشتر راجع به فضای توییتر الان صحبت بکنیم. من ازتون میخوام یه سوال راجع به لحن در توییتر بکنم، بگم که این هم بحثی هست که خیلی در موردش صحبت میشه. بعضیا میگن که بحث خیلی خشن هست، تند هست، فحش هست، بعضی میگن اصلا چرا نباشه. نظر شما چیه؟ من که قطعا با خشونت کلامی و فحش مخالفم. اتفاق افتاد این کار برای فیک، بی اصالت و بی هویت خیلی راحت فحاشی میکنن. نتیجه فحاشی فعالیت اینا دو اتفاق هستش. یکی اینکه افرادی که دگراندیش اینجا ممکنه مذهبی باشه، ممکنه اصلاح طلب باشه، ممکنه برانداز باشه، ممکنه طرفدار یه کیش عرفانی باشه، من کار ندارم دیگه. وقتی پای فحش و خشونت کلامی در این وسعت گسترده به صورت سیستماتیک توسط چند هزار اکانت میاد وسط، کاربرا نمیتونن راحت اظهار نظر کنن. چون خود شما الان کافیه خانم قاضی، من از شما خواهش میکنم، شما الان به عنوان یه ایرانی بید و توی توییترتون تسلیت بگید ایام عاشورا رو به مردم، همین. یعنی فقط یه مسئله مذهب، ببینید چه برخوردی با شما میکنن براندازه و این کار برای فیک، البته نه براندازه هست، کار برای فیک و این ارتشی که سازماندهی شده با پول سعودی استریت. اگر منابع آخرش نفهمیدیم پولش از مجاهدین میاد یا عربستان میاد یا باطن یا بی‌تربیتن، کدومشه؟ عرض می‌کنم همون کشورها و همون مراکز به شما کمک مالی می‌کنن، اون ارتش رو هم راه انداختن. بودجه توانا از هر جا بودجه من خواهش میکنم وارد دعواهای شخصی به این شکل نشیم. خواهش میکنم خواهش میکنم آقای استرکی اجازه بدین خانم معمار صادقی هم صحبت بکنم. خانم معمار صادقی، بحثی که آقای استرکی میکنه اتفاقا میگن همه اینها یک جا هست، میگن در واقع برداشت من اگر اشتباه میگم آقای استرکی بفهمید، میگن عربستان هست که مثلا از یک گروه سیاسی برانداز حمایت میکنه، به اونها پول میده و بعد اونها میان این کارها رو انجام میدن و بعد این لحن و تندی و خشونت هم از همون به قول ایشون اکانت های فیک میاد که بات و ربات هستن. نه اون تندی و بعضی وقتا بی‌تربیتی، خب خیلی ها با اسم خودشون دارن این کارو میکنن، من نمیگم خوبه، ولی داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ داریم راجع به یه حکومتی صحبت میکنیم که هزاران آدم بیگناهو کشته تو کشور خودش، بعد تو سوریه صدها هزار بچه بیگناهو کشته، در یمن این همه عملیات ترور رو هیچ کشور دیگه بیشتر از جمهوری، هیچ حکومت دیگه بیشتر از جمهوری اسلامی کمک نکرده. خواهش میکنم اجازه بدین صحبتشون تموم شه، بعد به شما وقت میدم. بعد اون وقت اون آدمهایی که از اون نوع حکومت حمایت میکنن، افتخارم میکنن، میان میگن که بعضی از آدمایی که تو توییتر فعال هستن بی تربیت هستن. آخه این یکم خنده داره.
ببینین اولا که منم بگم اینجا آموزشکده توانا با پول آمریکا شروع شده و تمام این مدت 10 سالی که ما بودیم دولت آمریکا کمک کرد، البته دولت‌های دیگه هم کمک کردن، شرکت گوگل کمک کرده، بنیادهای دیگه کمک کردن و ما خیلی افتخار می‌کنیم. من به عنوان یه شهروند آمریکایی افتخار می‌کنم که همچین کمکی رو ما تونستیم بگیریم و خیلی خیلی ممنون هستیم. ببینین این که ما بگیم که اینا همه این چیزها واقعی نیست، دروغ جدید جمهوری اسلامیه. همه ایرانی چه هنوز به این حکومت باشن، هنوز با جمهوری اسلامی باشن، چه نه جزء اکثریت مردم باشن، میدونن که این حکومت با یه مش دروغ به وجود اومد و با مش یه مش دروغ خودش رو همیشه حفظ کرده. الان این دروغ جدیده که آقای ظریف داره پخش میکنه تو دنیا که اینایی که انقدر فعال هستن تو توییتر، اینا همشون مثلا دروغه، یا دروغه یا پشتش یه چیز دیگه هست. مردم باور نکنید، مردم خودشون چشم دارن، خودشون تو خیابونا را میرن ایران، میبینن وضع مملکت چیه، میبینن که جوان ها اینو نمیخوان، خودشون اینو نمیخوان. مردم میفهمن که لیاقت مردم ایران، این مملکت این نیست. آقای استرایکی در خدمتم. عرض کنم که خود خانم مهما صادقی الان فرمودن، یعنی بحث ما، ایراد ما، تلاش و دخالت و تزریق پول و تزریق امکانات از جانب قدرت‌های خارجی برای تاثیر در افکار عمومی ایران است. خانم مهما صادقی الان قبول کردن اینو و به عنوان بذارید من ازتون اینجا بپرسم، ما همیشه شفاف اینو گفتیم، قبول کردن نیست. ما همیشه شفاف گفتیم که آمریکا به توانا کمک میکنه. یه چیز بدی ببخشید بحث الان چون راجع به توانا نیست، چون توییتر اجازه بدید بحث رو توییتر نگه داریم. آقای استرایکی من سوالم برمیگرده به همین قضیه تاثیرگذاری در فضا. توییتر در ایران فیلتر هست، ولی میدونیم که تمام مقام‌های ارشد ایران در توییتر از جمله خود آقای خامنه‌ای حساب دارن. بحث این هستش که اگر که فیلتر هست، جمهوری اسلامی نگران چی هست که اینقدر مهمه براش که در سطح وزیر خارجه اعتراض میکنه به توییتر که اینا رو جمع کنید؟ ببینید جمهوری اسلامی اشتباه و خطای خیلی زیادی در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی داشته و یکیش همین فیلتر کردن و فیلتر نگذاشتن توییتره که فضا میده به دسته هایی که اقلیت هستن برای تاثیر روی افکار عمومی. در مکانیزم کار اینه که در توییتر میاد و یه هشتگی مطرح میکنن، بعد برای این تعامل غیر واقعی میسازن به شکل بزرگ نمایی بشه اون دیدگاه. مثلا من وقتی یه توییت میبینم که این 1000 بار روی توییت شده، به هر حال هر چقدرم خودم این کارم بدونم که اینا فیکن، بدونم که این غیر واقعی است، بازم این عدد 1000 به چشم من میاد. بعد این توییت هایی که و این دیدگاهی که به صورت غیر واقعی مورد بزرگ نمایی قرار میگیره رو میبرن در سایر شبکه اجتماعی به خصوص تلگرام. یعنی این اتفاقی که میفته و تاثیرگذاری اتفاقا روی مخاطب توییتری نیست، چون توییتری یا کسی که توییتر فعالیت کنه چند ماه متوجه میشه که اینا فیکن و رباتن، یعنی متوجه میشه که چه دیدگاهی داره غیر واقعی مطرح میشه. ولی اون کسی که توی تلگرام اصلا توییتر تا حالا عمرش نیومده، اونا تحت تاثیر قرار میگیرن و فکر میکنن که الان مثلا یه بخش زیادی از جامعه با این شعار مثلا ایران نیشن چمره میکنه. این مکانیزم فعالیت که داره صورت میگیره از انتخابات گذشته تا امروز، موارد مختلفی هم در واقع شکل گرفته و تاثیر مختلفی داشته. برگردیم سر جمهوری اسلامی، ببینید هر چه جمهوری اسلامی چه هر فرد دیگه به واسطه قدرت رسانه‌ای توییتر دوست داره در توییتر فعالیت بکنه. و یه موضوع دیگه، مواردی که آقای ظریف خانم مرسد معتم میگن آقای ظریف دروغه، بحث دروغ بودن آقای ظریف در یه برنامه دیگه در بی بی سی من خدمتتون بودم و صحبت کردیم، بحث اینه که میخوان بگن آقای ظریف دروغه برای اینکه بعد برسن به اینکه ایران در هسته‌ای دروغ میگه. و بعدم نتانیاهو دیدید با شو تلویزیونیش هم دید اومد و تابلو زد ایران از بین ظریف دروغ میگه، در نتیجه ایران دروغ میگه، در نتیجه این کشور بعد تحریم و بمباران بشه. اتفاقی که همراه هستن باش براش تبلیغ میکنن، نامه نگاری میکنن، کمپین میکنن، تمام این داستانا آخرش برای اینکه ایران برسونه به تحریم، تجزیه، اشغال نظامی. این اتفاقاتی است که دارن برنامه‌ریزی پیگیری میکنن. وقت خیلی کمه خانم مهما صادقی، بفرمایید.
من فقط میخوام بگم که اینا همه نشونه ترس حکومت، این که اینجوری اینقدر میترسن حتی از توییتر، به قول شما توییتر رو ممنوع میکنن و خودشون از همون ابزار استفاده میکنن به زبون فارسی، به زبون انگلیسی. چرا آقای خامنه‌ای باید توییتر اکانت داشته باشه؟ چرا آقای ظریف باید مرتب به زبون انگلیسی توییت بکنه؟ چرا کاری که برای بقیه بد، زشت، عیب، خطرناکه، برای اونا اوکی، خوبه؟ بعد من فکر میکنم مخاطب شما خیلی خوب میدونه، برای اینکه این صحبت 40 سال این نوع دروغه. حالا دروغ راجع به توییتر هست، در اصل دروغ اصلی این هستش که مردم این حکومت رو میخوان و اینا همش دروغه که نمیخوان. نه، این دروغ نیستش که مردم این حکومت رو نمیخوان، این فکته، این واقعیته، واقعیتیه که همش میخوان سانسور بکنه. خیلی متشکرم از هر دوی شما. آقای آسرکی، اگه میخواین در 30 ثانیه حرفتون رو جمع‌بندی کنید بفرمایید. خانم معمار صادقی مرتب روی دروغ تاکید میکنن، من از ایشون به چالش دعوت میکنم. ایشون ثابت کنه از نظر فنی که میلیون ها توییت با هشتگ ایران رژیم چنج استفاده شده و منتشر شده. من حرف ایشون رو قبول میکنم، تمام ادعای ما دروغ، ادعای ایشون راسته. در غیر این صورت خب مشخصه که دروغ گفته. متشکرم. خیلی متشکرم از شما آقای آسرکی، پوریا آسرکی و مریم معمار صادقی. متاسفانه الان در این برنامه نمیتونیم اون چالنجی که شما ایشون رو دعوت کردید داشته باشیم. ان شاءالله در برنامه‌های بعدی حتما باز هم صحبت خواهیم کرد در مورد موضوعات این چنینی. ممنونم که با صفحه 2 این هفته همراه ما شدید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در اساس شما قرار خواهد گرفت، bbcpersian.com/2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه در توییتر ما به همراه لینک پادکست برنامه منتشر میشه. شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظراتتون رو با ما در مورد برنامه امشب در میون بگذارید. ممنون که با این برنامه همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.